سلام دوست عزیز، آرزو دارم که صحتمند باشین. راضیه دلی هستم با تقدیم برنامه مال و آرزو دارم مرا تا پایان برنامه همراهی کنین. و دوست عزیز، امروز خواستیم به شما کدوی داشی آماده بسازیم. یک غذای بسیار مزه‌دار از کدو آماده می‌سازیم. در نخست میریم مواد لازم را می‌بینیم. بازم با سبا باشین. مواد لازمه پای کدو: کدو یک عدد، پیاز یک عدد، سیر دو دندانه، گشنیز تازه یک دسته خرد، تخم مرغ سه عدد، قیماق دو قاشق ماستخوری، چارمغز 30 گرام، پنیر پیتزا 100 گرام، آرد ترمیده 2 گیلاس، مسکه 250 گرام، نمک به قدر ضرورت، روغن به قدر ضرورت. در نخست کدو را باید توته توته کنیم. کدو را توته توته می کنیم و به داخل داش می مانیم که کمی خود را نرم بسازم. دوست عزیز، غذایی را که امروز آماده می‌سازیم بسیار غذای مزه‌دار است و شما هم می‌تونید به این شکل که امروز ما به شما آماده می‌سازیم شما هم آماده بسازین و در افطار نوش جان کنین. و بیشتر از دوستای ما هستن که از کدو بولونی آماده می‌سازن. بسیار یک بولونی مزه‌دار میاد و اون شکل که بولونی مزه‌دار میاد این غذا هم و قسم بسیار مزه‌دار است. داش از قبل روشن کردیم و قالب داش هم می‌کشیم. قالب داش را کمی چرب می‌کنیم. کدوهایی را که توته توته کردیم به داخل قالب داش میمانیم. و کدوها را کمی چرب میکنیم. کدوها را چرب میکنیم تا به داخل داش میمانیم. آن را با حرارت داش خود کمی نرم بسازم. به یک مدت میمانیم که کدو کمی خود نرم بسازه. زیاد هم نرم نشه، بسیار کم. و آلای خمیر میکنیم. به اندازه 2 گیلاس آرد میگیریم. کمی هم نمک میندازیم. همراه با مسکن این را خمیر میکنیم. و دوست عزیز، این خمیر که ما امروز آماده میسازیم مسکش آب نمیشه، فقط با مسکن تمام از این خمیر میشیم. به این شکل باید تمام مسکه آرد جذب کنه.
باید تمام آرت ماسکارا به خود جذب کنه. بالا پاچه یه دیگه ماسکارا میگیریم. و خوب مخلوط میکنیم تا آرت تمام ماسکارا با خود جذب کنه. با آل یک دانه تخمه میگیریم، به اضافه جداگون رو میشکنیم. خیلی خوب مخلوط میکنیم تا زردی و سفیدی تخم یکسان شوند. به اندازه 30 میلی لیتر آب بندازیم. بسیار کمی آب هم بهش مخلوط میکنیم. فعال همراه با مسکر و آرد که قبلا خوب مخلوط کردیم، آرد و مسکر هم بالاش اضافه میکنیم. خمیرش کمی مشکل است دوست عزیز، اما وقتی که ایرو ماده می سازیم و به داخل داش میمانیم پخته میشه، بسیار مزه دار است. حالا روی خمیرم را با یک کاغذ چرب میپوشانیم. و میمانیم که دم راست کنم. و حالا یک تخم پذیرم میمانیم. به اندازه یک قاشق ماسوریده شوغن اضافه میکنیم. پیاز را توته توته میکنیم و بالای روغن اضافه میکنیم.
پیاز توته توته کردیم و بالای روغن اضافه میکنیمش. سیر بالاش تراشک میکنیم. سیر مزه غذا را بسیار خوب می سازد و همچنان بوی بسیار خوب دارد. کدو هم پخته شده، کدو را از داش می کشیم. ببینید دوست عزیز کمی خود کدو نرم ساختم. توته توتش میکنم. کدو را توته توته میکنم. پیاز هم گلابی شده، حرارت را خاموش میکنیم تا کدو را توته توته میکنیم و بالاش اضافه میکنیم. تمام کدو را توته توته کردیم و آله بالای پیاز و سیری که قبلا آماده ساختیم بالاش اضافه میکنیم. و آله مخلوط میکنیمش. حرارتش خاموش است و میمانیم که سرد شود. گشنیز را توته توته میکنیم. پیر هم بالاش اضافه میکنیم. و حالا ظرفای اضافی را جمع میکنیم. آشگاز و تخته را میکشیم تا خمیر هموار بسازیم. خمیر هم دم راست کرده بالا هموار میکنیمش. خمیر خوب هموار میکنیم.
خمیره هم به اندازه‌ای که خود ما می‌خواستیم هموار کردیم. فعال دور و دور شکمی برش می‌زنیم و اصلاح می‌کنیمش. قالب داشت از قبل چرک کردیم. حالا خمیره به داخل قالب بندازیم. و حالا دور و دورش به این شکل. دور دورش به این شکل آماده میسازیم و میبینید دو سایزیست که چقدر یک شکل مقبول به خود میگیرن. و حالا مواد را که قبلا آماده ساختیم در روش میمانیم. و حالا کدوی را که قبلا آماده ساختیم مسالهش را بالایش اضافه میکنیم. کمی نمک میندازیم. و کمی هم مرچ سیاه بسیار مزیش خوب میسازم. حالا بالای خمیری که در قالب آماده ساختیم میندازیمش. و غذایی که امروز به شما آماده میسازیم دوستای عزیز، ایره به نام پای میگن، نام انگلیسیش است و بیشتر از دوستای ما هستن که شیرین شبه میشکل آماده میسازن. او هم بسیار مزه‌دار است. و انشالله در برنامه بعدی حتما به شما آماده می سازیم. حالا یک ظرف دیگه تخمه می گیریم. خوب لک میزنیم تا زردی و سفیدیش مخلوط شود. و حالا قیماق کمی لک میزنیم، بالایش اضافه میکنیم. و قبل از اینکه تخمه و قیمه بالاش اضافه کنیم، چهار مغز توته توته میکنم. کمی توته توته میکنیم همه دست خود.
یک به میاندازه بس است و ایر بالای زی میاندازیم. چارمغز بسیار مزه‌دار میسازیش. و دوست عزیز، به جای قیماق شما میتونین از شیری که چربی زیاد داشته باشه اضافه کنین. و حالا روش پنیر پیزا پاش میدیم. پنیر پیزا را انداختیم و حالا به داخل داش میمونیم. دوست عزیز و سپاس که تا هیدم با ما بودیم. غذایی را که در داخل داش ماندیم آماده است، میکشیمش. حالا در صرف میکشیمش. این بود غذایی که امروز به شما آماده ساختیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشد دوستای عزیز، و تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیرم. تمام شما رو به خداوند یکتا میسپارم. آرام باشید.